بله. اون گفتش که گفت من نمی نویسم. گفتم آقای امباسادور، آقای سفیر، من اگه بنویسم انگلیسی من خیلی خوب نیست. گفت اما ما دیگه دل تو دلمون نبود. خاتمم به ما تلفن کرد، گفت طوفانیان این چیزی که ما گفت، این چیزی که من به تو گفتم، تو که با این رو در افتادی. گفتم خب در افتادم دیگه، حالا که شده دیگه. خاطر ما ورودی کرده، اما ما دیگه دل تو دل موندن. تا فردا رفتیم پلشا، رفتیم پلشا، گفتم عدد این حکم من دارم میخرم، ولی یکی از شرایطش اینه که کیم روزولت نباید دخالت بکنه، آفی دیوید بدن که دیناری به کسی ندن. شاه گفت کیم روزولت به تو چه دخلی داره؟ تو مگه چه کاری تو این مملکت؟ گفتم عزیزم من توی این مملکت هیچ کارم، اما کاری که به بنده دین صحیح میکنم و نباید بشه. گفت آقا اون خود کمپانی بهش میده اگه یه چیزی بشه. گفتم اگه من نخرم کمپانی به اون چیز نمیتونه بده، نمیکنم. گفتم فکر میکنم که اختلافش 30 میلیون دلاره. 30 میلیون دلار به کسی بدیم؟ گفتم نمیدونم چقدره، هیچ چیزی نمیدونم، اما فکر میکنم یه هم چیز باشه. چرا آخه؟ گفتم ببین، گفت تو اصلا میخوای برخلاف عرف تجارت رفتار میکنی؟ بازم گفتم ببین عزیزم، اگر شما از من پشتیبانی بکنید من میکنم، برای اینکه این پول دفاعی مال مردمه، باید مراقبش بود. اگه نکنین هر چی دلتون میخوا. گفت خیلی خوب، برو برو هر کاری میخوا بکن. ما پاشیدیم اومدیم و گردن کلفت دیگه، اون چیزی که ترمون میلرزید با گردن کلفتی اومدیم و کار بری کرده بودیم. و یه نفر از ریتیان فرستادن برای اینکه با ما قرارداد مبادله بکنم. اون آقای بود، سبزی رو هم بود، مثل که ایتالیایی بود شرقه. گفتش که قشنگ کار کردی. گفت خیلی قشنگ کار کرد. گفت منم بودم همین کارو میکردم. قرارداد تموم شد و کارا رفت. یک روزی ما خبردار شدیم که کیم روزولت اومده پر علم. معمولاً هم کیم روزولت وقتی اومد پر علم تقاضای ملاقات با شاه میکرد، نهار با شاه میخورد. ما از توی دفتر علم خبر داشتیم به یک راهی که این آمده تو دفتر علم و تقاضای ملاقات کرده. ای داده بیداد، ما فکر کردیم که اگر ما باید نفسمون به نفسش را پیش از این برسه، برای اینکه یه چیزایی خواهد گفت شار منصرفش خواهد کرد. در هر صورت ما هم مراقب بودیم که چه خبر میشه. ما مراقبت کردیم و شاه اتفاقا یه روز رفت پاکستان، اومد همون وقت، نمیدونم چه تاریخ بود. شاه ما دسترسی به شاه نداشتیم و شاه رفت تو پاکستان، فردا اومد. اما ما خبردار شدیم که وضعش خواسته این تقاضا به شاه داد. شاه گفته نمیپذیرم. برای اولین بار گفته که امروز نمیپذیرم. به ما خبر داد اون عامل من که شاه نمیپذیرم. ما وقتی فهمیدیم نمیپذیرم خیلی خوشحال شدیم، خیلی خوشحال شدیم. و که یک واقعا همین که دارم میگم، اگه دوره ولی شاه خوب بودن خوب میشد. شاه نپذیرفتش، نپذیرفت، خیلی هم خوب کرد، نپذیرفتش. این مجددن رفت علم، به ما خبر دادن، این بهش ابلاغ کردن، مجددن اصرار کردی. یادش نشه که من هدفم از ملاقات با عرزت گزارش درباره جنرال توفانیانه که این تا به حال به من خیلی زیان وارد آورد و میخواستم راجع بگم. شام گفتی که توفانیان هیچ کاری، اون باز ما ناراحت شدیم. و بعد مجددن خبردار شدیم که شاه جواب دادی به وسیله علم بهش که توفانیان هیچ کاری برخلاف دستور ما نمی کنه. اون چی توفانیان میکنه دستور خود ماست. و دیگه شاه نپذیرفت روزولتو. ضمناً یه پولی هم میگرفت از سفارت اینجا، 150,000 دلار، 200,000 دلار پرزن دستور میگرفت که اون پول هم مثل که خرج شد. تا این گذشت
فکر کنم آخرین دفعه‌ای که سفارت ایران در واشنگتن بله بله بابت چی؟ برای روزنامه، برای روزنامه، تبلیغات روزنامه، یه همچین چیزا بود. نمیدونم من اطمینان کافی ندارم. من شنیدم و اون وقتش نپذیرفت تا وقتی که آخرین مسافرت که شاه رفت سموری، مثل اینکه یه کسی وسط افتاد و شاه ملاقات کرده دید و اینا. وقتی شاه برگشت من خواست به من گفت این روزولت رو با حال نداره، بخواست و پسرش هم بخواست با خودش و پسرش یک کار دارن کارش رو رو چون من مجددا روزولت رو خواستم، چون پسر به اصطلاح ریکونسیلیشن شد مثلا خواستم این قصه روزولت. ولی روزولت البته بعدها شکایت کرده بود که از مجاری مختلف که من ایجنت کمپانی نیستم، من کنسولتانم، منم صابون کنسولتان به تنم خیلی خورده بود، به دلیل اینکه همین این ابوالفتح مهوی که میگین ما با کمپانی راکول، با کمپانی راکول یک قرارداد داشتیم، یک قرارداد طرح یه قرارداد داشتیم به نام یه قرارداد الکترونیک داشتیم برای شبکه استراق سهم آیبکس، یه طرح آیبکس داشتیم برای استراق سهم. قراردادش که بودم پر من یه جوونی بود، حالا باید یا تو زندانه یا پدرشو در بودن تو ایران، حسر جدید تفتک، خیلی بچه خوب این. من قرارداد نگاه کردم گفتم قرارداد مثل که خوب نیست، گفت تیمسار شما پدر من هستی. کی گفت آنه؟ حسر جدید گفت من. که مسئول قرارداد در نیروی هوایی بود، گفت شما پدر من هستی. اما مثل که این گفتم مثل که یک کسی تو این دخالت داره. گفتم چی تو چیز تابسو آخه اول من صحبت کردم، بعد خاتم رفته بود با راکفل صحبت کرد، قرارداد نمیشتن خاتم قرارداد برو پریشا که امضا کنه. شاه گفت تو قرارداد بده واسه طوفانیان، طوفانیان خودش بعد امضا کنه، شما حق نداری امضا کنی. اون وقت قرارداد فرستادم، من وقت قرارداد نگاه کردم دیدم قرارداد بو میده. بعد چیز اصل جدید صدا کردم، اصل گفت آره خوب حس کردی. گفتم چیه؟ گفت ابوالفتح مهوی. گفتم چطور آخه به ابوالفتح مهوی چیزی تاپ سکرت میگن؟ راکول خواستم به ابوالفتح مهوی کار ندارم، من به اون کار ندارم. نماینده کمپانی خواستم، اون یه آدم خیلی گردن گرفت و گنده ایم بود. گفتم به من آفی دیوید دادی، امضا کردی که دیناری به کسی ندی، سوتون کنم، پدرت در میارم. این قد گنده اصلا رنگ از روش پرید، حالش من برد. گفتم رو قرارداد سری چرا به کسی بدادی؟ یک تو داد بیداد کردیم و گفتم قرارداد در بر، قرارداد در بر ازش گرفتم، قرارداد امضا شده شو ایجنسی اگریمن ازش گرفتم، ازش گرفتم. گفتم میری چیز میکنی، میری لغوش میکنی. اینه یه اشتباه کردم، اینجا نباید لغو بشه، باید همون اون لغو کرد که اصلا چیزی وجود نداشته بشه. رفت و یه لغو بود واسه من که قرارداد بوده لغو کرد، و خودش غلطه، باید قراردادی وجود نداشته بشه، مگه یه قراردادش رو لغو کنه خودش یه تعهد آوره. بله. اون وقتش گذشت، دیدم اینا تغییر دادن، اینا گفتن که اصلی سری کردم. گفتم مثل که چرا تغییر نشد؟ وقتی قرار داد میگن ایجنت نباشه باید فیومیش ازش رفته باشه، چرا نرفته؟ گفتیم چرا، مثل که هست. گفتم بگن رئیس پرزیدنت کمپانی بیاد. پرزیدنت کمپانی من تو گفتم که مثل که بازم گفت. گفت آخه شما به من گفتی ایجنسی نداشته باشه، ما کنسولتان داریم. گفتم کنسولتان داری؟ چی کنسولتان؟ برای ببینم کنسولتان تو قرارداد شده بود، دیدم که پشت پیزش چه کنسولتیشن کاندار. ورق زدم دیدم همون پوشاندجه، همه چیزش همون جلد چه عوض کرده. گفتم مهدی که آخه منه که میتونی تو گول بزنی، درسته من ایرانی هم تو امریکایی هست، آخه جلدش عوض کردی؟ داد و بیداد سرش کردیم و
گفتم میره از قیمت چیزت کسر میکنه. گفت آخه اگه بخوام پول بکنم. گفتم من اگر کسی کاری انجام بده برای کسی برای انجام کارش یا کار بکنه امپلوئی تو باشه، من هیچ وقت به تو نگفتم صورت حقوق امپلوئی تو بده، برای اینکه صورت حقوق امپلوئی تو وزارت دفاع طرف من چک بکنه. اما به کسی کار نکنه حق داری پول بدی؟ واسه چی؟ در هر صورت اما بعدها خبردار شدم که همین آقای ابوالفضل مریض بیشرف رفته چیز شده، رفته یه شرکت باز کرده در نیویورک و به نام امپلویی اون حق العمل رو گرفتن، ولی از کنترلات منم اون پول زدن ها، از کنترل من اون پول زدن. از این چیزا خیلی زیاد بود، خیلی از این کارا کرده بود که من بلک لیستش کردم، ولی شاه پشتیبانی ازش میکرد. شاه بدون دلیل، شاه نباید پشتیبانی میکرد، پشتیبانی ازش کرد. آخه سب گفتش این یه مرد خوبیه و این مرد تمام داراییشو بنیاد محوی کرده و اقلا یه لوتیگیری هایی داره، از بلک لیست درش بره، از بلک لیست درش برده این محوی. یه چیز یکی دیگر هم بازیدیم، برادر لاوی رو، برادر لاوی بسیار مدون زیرکی هست، بسیار مدون زیرکی هستن، تاجرن. اولا میدونی یه چیزی بهتون بگم، کسی که تاجر شد اطلاعات داره، خیلی اطلاعات داره، بسیار مدون زیرکی هستن، محققا میلیون ها دلار به اسم من گرفتن از اشخاص مختلف، بدون شک، بدون شک. برای اینکه یک بارشو یه شخصی اومد خودم دیدم، یه شخص ژاپنی اومد، یه کمپانی ژاپنی اومد گفت من اینقدر پول برای شما دادم به لاوی، محققا گرفتن. اینا یه سیستم داشتن، اینها و انواع اینها یه سیستم داشتن. در تهران تو هیلتون میشستن چیس میکردن، شکار قیافه ناآشنا به مملکت رو شکار میکردن. و این شکار که میکردن اسامی ایرون هم میدونستن دیگه، اسامی ایرونی که میدونستن میگفتن ما با این ارتباط داریم، ما با این ارتباط داریم، ما با این ارتباط داریم، و این ارتباطات رو اسمی بردن و حتی یک نه لاوی یا لاوی نه یک کسی دیگر شون حتی یک کسی دیگر شون یک رئیس یک پرزیدنت یک کمپانی دانمارکی بود، یورگن هایر. این اومد دفتر من، خیلی بلند و اینام بود و نشست و یکتا همچنم چی کردم، چرا ناراحتی؟ گفتش که گفت اون جنرال طوفانی که من دیدم تو نیستی، یه جنرال طوفانی دیگه من دیدم. گفتم چه دو قصهش بود؟ بعد فهمیدم اولین بادی که اومده از تهره پایین اومده هیلتون برخورده به این شارکا، دیرش بردن و بردنش توی یه خونه، یه نفرم یه لباس نظامی ترش کردن، گفتن جنرال طوفانیان ازش یه نمایندگی گرفتن، ازش حق استفاده گرفتن. و من اطلاع دارم که هفته حالا به من میگن که هفته پیش یک کسی من اطلاع دارم که 14 میلیون مارک به اسم از یک کمپانی در آلمان گرفتن. خود من چیکار کنم؟ یه دونه یشتشم به من هیچ وقت به هیچ عنوان ندادن، ولی خب چه کار بتونم بکنم؟ کار نمیتونم بکنم. پایان نوار شماره 4. 4